محور لغزش رو، و با توجه به اینکه تقسیم بکن گروه هم باید بیشتر از عدد 1.5 تا 2 در بیاد. مطمئنا وقتی در مقابل واژگونی یک سازه جواب بده، در مقابل لغزش هم حتما پاسخگو. در برنامه ETABS می توان مقدار نیروی زلزله و نیروی افقی وزن را بر اساس دستوری که خدمتتون ارائه می کنیم به دست بیاریم و سپس آنها را در نرم‌افزار اکسل قرار داده محاسبات را انجام بدیم. یعنی اگه ساختمان ما حالا 2 طبقه نباشه، 20 طبقه باشه، ما میتونیم برای هر کدوم از طبقات نیروها رو از نرم‌افزار با توجه به خروجی‌های بعد از رانش استخراج بکنیم، نیروی برش هر طبقه رو داریم، فاصله هر طبقه تا سطح شادوده رو داریم، فاصله هر طبقه 1 متر در نظر بگیریم و وزن هر کدوم از طبقات رو به ما میده در مفصل، فاصله هر کدوم از مرکز جرم هر طبقات فاصله وزنش تا بیرونترین نقطه شالوده هم که ما میتونیم داشته باشیم. میتونیم توی اکسل یه فرمولاسیونی بنویسیم لنگر در مقابل واژگونی رو محاسبه بکنه، با توجه به اینکه اول ما باید هر کدوم از لنگرهایی که هر کدوم از طبقات ایجاد میکنن رو به دست بیاریم، بعد که دست آوردیم لنگرهای واژگونی رو جمع بکنیم، لنگرهای مقاوم با توجه به وزن طبقات ضرب در فاصله و بازوی لنگر مقاوم به دست میاد و یه کدی بنویسیم که از تقسیم مجموعه اینا عددی که به دست میاد رو مقایسه بکنه با عدد 1.75. اگه اوکی بود سبز میشه، اگه ارور میخواست بده قرمز میشه. یه کد نویسی به شکل جالب هستش تو اکسل، مهندسین انجام دادن برای خودشون و نوشتنش جالبه. میتونین این کار رو انجام بدین شما مهندسین عزیز. خدمتتون گفتیم در اسلاید قبلی که دستورایی وجود داره در نرم افزار ETABS، نرم افزار طراحی ساختمان‌های معمولی و ساختمان‌های اوردینری، که ما میتونیم نیروهای زلزله و وزن طبقه رو استخراج بکنیم. بعد از اینکه وزن طبقه رو تونستیم به دست بیاریم، نیروهای زلزله رو تونستیم تو تراز طبقه به دست بیاریم، میتونیم لنگر واژگونی رو محاسبه بکنیم و لنگر مقاوم محاسبه بکنیم و در واقع ضریب اطمینان در مقابل واژگونی رو حساب بکنیم که بیشتر از 1.75 باشه، که با کدنویسی در نرم افزار خیلی ساده مثل نرم افزار اکسل میتونیم این کار رو انجام بدیم. از چه دستوری میتونیم این مواردی که خدمتتون گفتم رو استخراج بکنیم؟ در نرم افزار در قسمت دیسپلی که به همه موارد طراحی و همه مواردی که نرم افزار ران کرد و به دست آورده رو میتونیم بخونیم. دیسپلی شو تیبل، تیبل میشه در واقع جدول، جدول نشون داده بشه. آنالیسیس ریزالت و نتایج که آنالیز به ما داده. بیلدینگ آوتپوت، بیلدینگ یعنی نتایجی که به ترازهای طبقه و به طبقه و به ساختمان ها ارتباط داره، طبقات ساختمان ارتباط داره. استوری شیر، استوری شیر چی میشه؟ برش استوری طبقه، از برش پای طبقه رو از اینجا به دست میاریم. بعد از این دستور یه جدولی میبینی که استوری شیر اینجا باز میشه. شما میتونید از این تب استوری شیر رو انتخاب بکنید و قسمت های دیگه هم میشه. برای هر کدوم از طبقات، این برای یک طبقه مثلا طبقه 4 نیروی زلزله در جهت x بار مرده، بار زنده رو به ما میده. خب بار مرده در بالا، بار مرده در پایین، بار زنده در بالا و پایین و اکسنتریک ای در جهت ایکس، نیروی زلزله در جهت ایکس هم ما میده. وی ایکس و وی وای، وی هم برش پایه ها بودن دیگه، نیروهای برش زلزله در تراز طبقه در دو جهت عمود برهم هستن. کلا گفتیم که طبقه در دو جهت عمود برهم طراحی میکنیم دیگه، و نیروهای زلزله رو میگیم که داره بهش اعمال میشه که باید تبدیل به نیروهای زلزله بشن. این نیروها باید به عنوان ای ایکس و ای وای استخراج بشن. سپس این نیروهای برشی باید به نیروهای زلزله در تراز هر طبقه تبدیل بشن. پس در تراز طبقه ما نیروهای برشی در دو جهت رو باید بخونیم که میبینید که در یک جهت به ما نیرو داده و اگه جهت دیگر بخوایم باید بریم تو جهت دیگه. الان وی ایکس متناظر است با لنگر پیچشی در جهت وای. میبینید که ام ایکس ما نداده و